این پروژه رو سیو میکنم. پسوند پروژه های فلش FLA پروژه با انیمیشن فایل. مدل نگاه کردن خود پروژه فله، پروژه مکعب و میدم. جلسه آخر کلن فلش رو بهتون میدم، هم آموزش انگلیسی رو بهتون میدم که اصلا اورجیناله، هم پشتوشو، زبان پشتوشو، ای فارسیش هم بهتون میدم. الان که توی این دیویدی که امروز بهتون میدم انگلیسیش هست، این اگر تشریف ببرید داخل این دیویدی. کو دیویدی؟ مون تو سیستم دیویدی رو بده، دیویدی رو بده، الان جیغ میکشم، بده. دیویدی من تو لپتاپت گم شده. بده دیگه خانوم، مگه نی؟ میدونی یادم چی اومد؟ یادم اومد دیویدیم تو دیویدیش جا مونده. ببینید داخل دیویدی که من خدمتتون دادم، بیسکویت های مادر یاد کارتون واتو واتو و بامزی افتادم. ساعت 10 صبح جلو تلویزیون، چه دوران بیمسئولیتی بود. ببینید داخل این فولدر، این دیویدی من وارد بشید، اینجا یه لیندایی داره، linda.com flash. این آموزشه، آموزش به زبان انگلیسی و کامل، از introduction شروع میشه تا آخر. اینو کسی نگاه کنه، نه آخه زبانی لازم نداره، داره نشون میده تصویری، اتفاق آخرم میبینید دیگه. اینا رو میتونید کامل نگاه کنید، فلش رو یاد بگیرید. این داخل دیویدی من linda.com. امروز بهتون دیویدیشو میدم. این از زبان اصلیش. خب پروژه رو سیف کردیم FLA یا نه؟ بله سیف کردیم FLA. حالا میخوایم خروجی بگیریم، خروجی بگیریم ببریم بذاریم تو دیریم ویبه. فایل پاپلیش رو باید بزنید. پاپلیش رو که بزنید همون جایی بهتون خروجی میده که سیف کردید پروژه رو. سیف که میکنی پروژه رو، پاپلیش رو بزنی، همون جایی خروجی بهت میده که سیف شد. حالا بریم خروجیمونو ببینیم. ضبطه. ببینید چی برامون خروجی گرفت. اینکه FLA پروژه مونه، اینکه یه دونه HTML گرفته که شما بتونی پروژت رو تو اینترنت هم ببینی، یه دونه هم SWF. من اینو لازم دارم. الان میتونم با اکسپلورر خروجیمو ببینم. یه کلیک راست روی این الاو، اگه کادر میداد شاید خیلی قشنگ تر میشه. و دقت کن که انیمیشن لوپه، هی تکرار میشه، که بهتون باید یاد بدم چیکار کنیم تکرار نشه. خب این چقدر؟ 1 کیلوبایت. من اینو لازم دارم، باقی لازم ندارم. قبل از اون بریم بریم تو دریم ویور یه سایت، مثلا از این سایت های قبلیمون بیاریم، مثلا گلوبال. این انیمیشن SWF و کنترل سی میبرم اون سایتی که میخوام آپلود کنم. این فایل ها رو قرار شد آپلود کنیم دیگه، میذارم تو انیمیشن. حالا میرم توی
دریم ویور صداش میذارم انیمیشن و عین جی آی اف. ضمناً اینا رو هم از این پخش و پلایی نجات میدم، اینا رو هم کنترل ایکس میگیرم، اینجا یه فولدر درست میکنم به اسم، عذر میخوام آشفته شد صفحه، اینجا یه فولدر درست میکنم به نام فلش طراحی، یعنی فایل های خودم، برای خودم، این که قرار نیست رو اینترنت بره. این ستاره هم میذارم اینجا، بله فلش داره این یکی رو استفاده میکنه، اینو ببندم من. بسیار خوب، در صورت چیزی که شما لازم داری این فولدر است که میره روی هاستت. الان انیمیشنت اینجاست SW، برمیگردیم توی دریم ویور، انیمیشنمون چقدر بود؟ 300 در 200 دیگه. فرض میکنیم که اینجا های فولدر 300 در 200 هم داشته باشیم، مثلا این الان 640 در 200، شما 300 در 200 بگیرید، من منتها دارم همین جوری میزنم. خب import media SWF FLV هم هستش که جزو درسای آیندهمونه، بسیار چیز جالبی. SWF رو میزنی میگه کجاست این SWF. میری از فولدر انیمیشن سایتت SWF رو میاری. اومد تو این محیط اینجوری نشونش میده، دقت بفرمایید این پایین اندازش هست، کیفیت پخشش که الان روی های کوالیتیه، شما میتونید کیفیت پخش رو کم کنی، پلی کنی ببینی، و اگه ادیت رو بزنی باز نفسر فلش باز میشه که شما یه تغییری به این بدی. کسی پارامتر هم داره که در آینده میشه. خب یه لایو ویو بگیریم، یه ذره یا دستگاه من الان کند شد یه ذره، یا اینکه کلن انیمیشن که سر کلش پیدا میشه. ببینید قابل پخش نیست تو لایو ویو، نمیتونی اینجا ببینیش، باید ببریش توی اکسپلورر، نمیتونی اینجا ببینیش. پخش کرد، اتفاق پخش کرد جان، الان میخوام درس بدم، سب. خب تموم شد، گذاشتید اینجا سیف میکنید و تموم. خب اینم تا اینجا. نکته رو خدمتتون میگم، خوب دقت کنید که خیلی مهمه. آخه این وقتی داره خروجی برای ما SWF میگیره یه تنظیماتی نداره، بالاخره باید یه قاعده ای داشته باشه دیگه. برگردیم تو پروژه، پابلش زدم، پابلش سیتینگ هم دارم دیگه، تنظیمات. اصلا چرا SWF گرفت؟ من میخوام برای رادیو تلویزیون یه فیلم ساختم بفرستم، میخوام AVI بگیره، بنابراین در اختیار ماست که خروجی چی باشد. خب قبل از پاپلیش گرفتن یه پاپلیش سیتینگ داری، اگه اینو بزنید اینجا میگه چی خروجی میخوای. میتونم بگم HTML نده، فقط فلش بده، میتونم بهش بگم اگزه بده، پروژه بده، یا عکس بده، یا GIF بده، اصلا فرمت ها رو بهت میده. میگه کجا بذارم اینا رو، میگم همون جایی که پروژه سیوه دیگه، کنار خودش باید بذارم. میرم تو حالت اینجا،
میگه کیفیت عکس‌ها چی باشه؟ 80 میتونی ببری بالا. میگه این چه پلیری پخشش کنه؟ بالاخره فلش که میسازی یه پلیری هم داره که تو اینترنت پخش میکنه، در واقع اکسپلورر فلش پلیر رو دارد. خیلی حرف مهمه، اما ممکن اکسپلورر فلش پلیر از فلش شما ورژنش پایین تر باشه. پس میتونی اینو باز کنی بگی انیمیشن من از 5 به بعد تطبیق داشته باشه. بعضی از کارهایی که اینجا کردی رو دیگه ساپورت نمیکنه، ولی عوضش همه کامپیوترها میشناسن اون انیمیشن. فلش پلیر 10 الان روی اکسپلورر 7 و ویستا هست، بنابراین هرچی شما بسازی با 10 پاپلیش کنی بذاری رو سایتت کسی داشته باشه، ولی ایکس پی نه، ایکس پی با پ... چرا؟ نه نه اون نه، اون یه چیز دیگه است. میگم حالا چی میشه. شما برای ایکس پی میتونی از 9 بذاری، ایکس پی 9 داره، یا 8 رو بذاری. بعد میاد کیفیت عکس رو گفتم میتونی بری بالا، ولی خب سنگین میشه. این موسیقیه که بعدا توضیح میدیم، صداست، چیز دیگه ای نداره. HTMLش هم که بحث خاصی نیست. میگم اونم اون ای وی آی اینا رو میگم بهت، اونا جزء اکسپورتاشه. خیلی خب، حالا که پابلیش رو اوکی کردی، اگه پابلیش رو دوباره بزنی میره اونجایی که پروژه سیوه، میسازه اسمش، چون اسمش قبل هم ساخته شده رو قبلی میسازه، حواستون به این باش. خب فاز اول تموم، میخوام یه درس دیگه فلش هنوز بدم.